علم آدم الاسماء کلها. بحث در مسئله علم باری تعالی بود و اقسام علم باری تعالی. ما کلمات ماتن رو متعرض شدیم، رسیدیم به کلمات شارح، که شارح چجور بحث رو وارد و خارج شدن. شارح عبارتشون نیست که میفرمان یعلم و ذات باری تعالی مفصل را در مجمل، یعلم المفصل مجملا و یعلم المفصل مفصلا. تارتا ذات باری تعالی مفصل را به نحو اجمال درک میکنه، به نحو وحدت مفصل رو درک میکنه، تارتا باری تعالی مفصل رو به عنوان مفصل درک میکنه. ادراک تفصیلیش، متعلقش هم تفصیلیش، هم ادراک تفصیلیه هم متعلق که معلوم بوده باشد تفصیلیش. منتها اینجا تفصیل دو جوره، یه دفعه تفصیل در خارج، در عین، در عالم ایجاد، یه دفعه تفصیل در عالم علم. وقت نتیجتاً این میشه که ذات باری تعالی در باب علم دو جور علم دارد، علم دارد به عالم اجمالاً و علم دارد به عالم تفصیلاً در مرتبه ذات. لهو علمان، اجمالی و تفصیلی در مرتبه ذات و تفصیلی یون فی مرتبت الفعل. این عبارت جناب آقای شارحه. در این عبارت هم باز ایشون یه تفصیلی داده، گفته است به این که وقتی عالم می شود به معلومات، تارتا وحدت معلومات من جهت واحده است، اخرى من جهت و جهتن، که دو جهت به اصطلاح داریم، من جهت نعم و من جهت لا، من جهت موجود و من جهت لیس موجود، که در عبارت هم داره این عبارت، حالا عبارت هم بعد میخونی شما. من جهت لا من جهت، عبارت شون میده من جهت لا من جهت. این بیان من جهت لا من جهت هم البته ایشون نکرده، ولی ما شرط باید بدیم. وقت ذات آدم به ذات هستش، تارتا من جهت واحده است، اون در مرتبه احدیت، اونجا دیگه دو جهت نداره. علم و آدم و معلوم در اونجا به نحو وحدت. یعلم و ذات باری تعالی در مرتبه احدیت همه اشیاء رو به نحو الوحده. منتها این به نحو الوحده رو آیون هیچ کدوم شرط ندادن، ما مجبور شدیم شرط دادیم، در شروعی که دادیم شرط دادیم. این وحدتی که هستش اون وحدت وجودیه است، یعنی ذات باری تعالی به اعتبار اینکه وجود واحد بسیط هست و این واحد بسیط جامع همه مراتب وجود هست، پس به نحو وحدت بساطتش یعلم کل شیء رو هو واحدون و بسیطون من حیث و ذات، ولی در این بساطت همه مراتب هستی تو این واحد هست. اما به عنوان چیه؟ به عنوان لابشرطی هست، نه به عنوان بشرطی لایی. کسرت اونجا نیست، وحدتیست که تمام کسرات در اون وحدت هست، یعنی یه وجود صرفیست که هر مرتبه از وجود بخواید در اون وجود صرف هست. یک بخواید اونجا هست، صد بخواید اونجا هست، صد هزار بخواید اونجا هست، یه میلیارد بخواید اونجا هست، تمام مراتب هستی در اون صرف وجود هست. حالا این صرف الوجود ای خود برای خودش حاضر است، صرف الوجود عین الحضور است برای خودش، پس عین حضور همه اشیاء است برای خودش، تمام اشیاء برای خودش. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم آقا معلوم با عالم با علم سه تاست، نخیر، واحدون واحدون واحد، معلوم یکیست، عالم هم یکیست، علم هم یکیست. علم واحد، معلوم واحد، عالم واحد. منتها این وجود یه وجودیست که همه مراتب هستی توشه، وجود اینطوریه،
وجود واحد واجد همه مراتب هستی است، خب این حاضر است برای خودش، این عین حضور است برای خودش، پس عین علم است، پس عین علم است و عین عالم است و عین معلوم است. اینجاست که تعبیر میکنم بیان مفصل در مجمل، یعلم المفصل را فی المجمل. یه دفعه هم اینست که نمیگیم یعلم المفصل را مفصل در مفصل، حالی اینجا که در مفصل میگیم کجاست؟ اینجا دو صورت داره مفصل که میگیم، یکی من حیث وجود خارجیست، من حیث وجود خارجی ذات باری تعالی یعلم و تمام اشیا را در مقام فعل، جبروت براش حاضر است، ملکوت براش حاضر است، مثال براش حاضر است، برزخ براش حاضر است، ناسو، همه عوالم هستی به نحو تفصیل برای خدا عین حضور، یه فرق نمی کنه. اما همه اینا هستن، همه اینایی که مفصلاتن همه عین حضور هم برای حق. علم تفصیلی هستش نسبت به معلومات تفصیلیه، اما در مقام چی؟ در مقام عین، در مقام خارج، در مقام فعل. فعل غیر ذاته، ذات غیر فعل هست. ذات باری تعالی گفتیم بسیطه، اما فعلش اینطور نیست، فعلش دارای مراتبه، فعلش جبروت داره، ملکوت داره، مثال داره، برزخ داره، ناسوت داره، این همه فعل باری تعالی. فعل غیر ذات باری تعالی است، ذات هم غیر فعل باری تعالی. این فعل باری تعالی به نحو تفصیل معلوم باری تعالی است، در رتبه چی؟ در رتبه ایجاد، در رتبه فعل. همینطور که در مرتبه ذات معلوم بود، در مرتبه فعل هم معلوم است. پس عالم علمن معلومه برای خدا هست، فعلن هم معلومه برای خدا هست. تمام مراتب هستی عین حضور است برای ذات باری تعالی، منتها بعضش میبسته به ذات، بعضش به فعل. حضور بودنش حضوره، اما یکی حضور ذاتی است، یکی حضور فعلیه. باید حضور رو فرق بذارید، خیال نکنید حضور فعلی حضور ذاتی است، این کفره. حضور ذاتی حضور فعلی نیست، حضور فعلی هم حضور ذاتی نیست. باید متوجه باشیم که فعل باری تعالی غیر ذاتی تبارک و تعالی است و ذاتهو غیر فعلی تبارک و تعالی است. حق در مرتبه قبل از ایجاد همه را میداند، حق در مرتبه ایجاد هم همه را میداند، ایجادن میداند، قبل از ایجاد هم میداند. در دو مرتبه همه عین حضور هم برای بود، منطقه یکی در مرتبه ذات، یکی در مرتبه فعل. پس بنابراین ببینید اینجا فعل و ذات رو باید جدا کرده از هم دیگه. در مرتبه ذات یعلم، در مرتبه فعل هم یعلم. حالا این یعلم در مرتبه فعل چه جوره است؟ مفصل در مفصل. میداند ذات باری تعالی به نحو تفصیل. چی را میداند؟ معلومات را تفصیلاً، یعنی جبروت به نفس جبروت عین حضور است، ملکوت به نفس ملکوت عین حضور است، مثال به نفس مثال عین حضور است، برزخ به نفس برزخیتش عین حضور است، ناسوب به نفس ناسوبیت. هر موجودی خودش به حد ذاتش، خودش متمیزن عن الغیر عین حضور است. اینو میگیم مفصل در مفصل. یه جای دیگه هم هست که میگیم آقا مفصل در مفصل، ولیکن من جهت دون جهتی، که در عبارت دارد این بود که حالا بعد باید عبارت رو بخونیم. من جهت دون جهتی، در مقام واحدیت. این علم که میگیم مقام واحدیته، یکی احدیت شد، یکی هم عالم علم فعلی شد، حالا یکی هم مقام واحدیته. مقام واحدیت چه مقامیه؟ اونجاییست که خدا صفات رو میخواد مشاهده کنه، صفات ذاتش رو باید مشاهده کنه. یرا صفت ذاتش که انه و علمون، قدرتون، سمعون، بصرون، کلامون، اراده. حالا این را که میبیند طالتا متعلقش هم میبیند، اخرا متعلق رو نمیبیند. اگه متعلق رو نبیند لحاظ متعلق نشه اسم و ذاته، اگه لحاظ متعلق شد اسم و صفت.
اگر معلومات رو در مرتبه ذات داره مشاهده میکند، معلومات اعیان ثابته را، یعنی مراتب وجود داره مشاهده میکند که اینا میگن اعیان ثابته، ماهیات ممکنه رو همه رو داره مشاهده میکنه، معلومات رو، مقدورات رو، مرادات رو، مسموعات رو، مذوقات، همه این چیزایی که در علم عنایه ذاتی هست، در اسماء ذات باری تعالی هست، متعلق اسماء دارد لحاظ میشه. اینجا میگیم کثرته، اما کثرت در مقام چیه؟ در مقام واحدیته، نه در مقام احدیته. یه وحدت بود که در مقام احدیت بود، یه کثرت هست در مقام واحدیت، یه کثرت هم بود در مقام فعل. اینا دوتا هر سه مرحله باید هم جدا کنید. این مرحله متوسط رو میگه من جهت دون جهت، من وحدت دون وحده. یعنی از جهت علم نگاه کنی واحد است، از جهت معلوم نگاه کنی کثیر است، از جهت قدرت ملاحظه کنی واحد است، از جهت مقدور ملاحظه کنی کثیر است، از جهت سمیع ملاحظه کنی واحد است، از جهت مسموع ملاحظه کنی کثیر است. عبارت هم بخونید معلوم بشه اگه پیداش بکنید. او نقول شهود المفصل اما فی الوحده یا اما فی الوحده من کل وجه. این احدیه، این احدیه. او فی الکسره من کل وجه، این مقام ایجاد. او فی الکسره من وجه دون وجه، این من وجه دون وجه رو باید بفهمید. من جهت العلم واحد، من جهت المعلوم متکسر، من جهت القدرت واحد، من جهت المقدور متکسر. حالا اینجاست که ما اشکال داریم، اشکال ما اینجا تعلیقه زدیم. اینجا در مرتبه ذات مقدور و قادر و قدرت یکی، دوتا نمیشه. تا بگیم من حیث العلم واحد و من حیث المعلوم متکسر، نمیشه. اینا چطور تکثیر حساب کردن؟ تکثیر رو اعیان ثابته آوردن، گفتن معلوم باری تعالی ماهیات ممکن است در مرتبه ذات. این غلطه. چرا غلطه این؟ چون لازمش نیست که علم باری تعالی علم اعتصامی باشه. علم اعتصامی معنیش اینه که علم عارض بر ذات است، ذات در مرتبه ذات جاهل است. خلف در وجود است. پس اونجا در مرتبه ذات معلوم عین علم است، مقدور عین قدرت است، مسموع عین سمع است، مبصر عین بصر است، مراد عین مرید و اراده است. این تفسیر، تفسیر بی خودی است. این همون عیان ثابته است که عرفا میگن. ما قبول نداریم این مطلب رو. این خلف در صرف الوجود میشه. لازمه این هست که علم باری تعالی تارن علی‌الذات، مقدورش تارن علی‌الذات، مسموعش تارن علی‌الذات، مرادش تارن علی‌الذات، مقدورش تارن علی‌الذات، مبصرش تارن، هیچ کدومش تاری نیست. تاری اون وقتیست که به از ذات خارج میشه. فعل، فعل تاریه بر ذاته، اما در مرتبه ذات تاری نداره. در مرتبه ذات علم و قدرت و معلوم میشه. علم عالم معلوم، قادر مقدور قدرت، سم بسر، همین دیگه. الفاظ متکثره، مفاهیم متکثره، ولی مصداق واحده. این یک اشکالی میشه. دنبال این اشکال یه اشکال دیگه تولید میشه. اسماء ذاتی تصویر کردن، اسماء صفاتی تصویر کردن، اسماء فعلی تصویر کردن. میگن اسماء فعلیه دنبال اسماء صفاتیه است و اسماء صفاتیه دنبال اسماء ذاتیه است. از اسماء صفاتیه متوسطتون بین الاسماء فعلیت و اسماء ذاتیه. یه ترتب اینطوری در اسماء ذاتیه، یه ترتب اینطوری آوردن. اسماء ذاتیه اول، اسماء صفاتیه دوم، تاریه بر او، اسماء فعلیه تاریه بر اسماء صفاتیه. این هم اشتباهه. اسماء صفاتیه با اسماء ذاتیه یکیست از نظر اعتبار دوتا. علم و من حیث و علم ملاحظه کنی صفت ذاتی، من حیث المعلوم ملاحظه کنی صفت اسم و صفت. توجه میکنید؟ علم و من حیث العلم، قدرت رو من حیث القدرت، من حیث القدرت صفتون ذاتی، اما قدرت من حیث المقدور ملاحظه کنی. قدرت میشه تعلق مقدورات در مرتبه ذات.
میشه اسم و صفت. قدرت من حیث القدره اسم و ذات، علم من حیث الذات اسم و اسم، من حیث معلومات اسم و صفت. پس ترتبی نیست که اول ذات بعد صفات بعد فعل، نه، ذات و صفت یکیه، لحاظش دوتاست. ایشون ترتب درست کرد، عبارت تو عبارت، تو مد ترتب هست، تو عبارت هم ترتب هست، عبارت شعر هم ترتب هست. من عبارت شعر همین دنبال همین که خوندید الان، این عبارت شعر رو بخونید متوجه میشید لازم و لازم درست کرده، ملزوم و لازم و لازم. عبارت بخونید بخونید بخونید. فشهود الحق فی ذاتهی جمیع الحقایق و لوازمها به وسط او غیر وسط الا انگنتهیه الا اسماء الافعال و سبر الاعیان الوجودی. یه وسط درست کردن، اول اسماء ذاتیه، بعدش لازمش اسماء صفاتیه، بعد لازم اسماء شهوده اسماء افعالیه. نه، اینجا وسط دیگه ما نداریم. چرا وسط نداریم؟ برای اینکه لازمش این میشه که معلومات واری تعالی غیر ذاته، مسموعات غیر ذاته، مقبولات غیر ذاته، مبصرات غیر ذاته، مرادات غیر ذاته، محالی باید این همه تاریه و ذات بوده باشه. اینجاست اشتباه. خیلی خوب، از این مطلب هم گذاشت. مطلب بعدی در مسئله امکانات هست، تزایخل امکانات و وحدت الامکان و تضایف الامکان. تضایف امکانات با وحدت امکانات بحث داره. اینکه این امکان رو یاد به ماهیت میزنی، تضایف در امکان معنا نداره. امکان یه امر اعتباری بیشتر نیست یا هست یا نیست دیگه، امکان تضایف نداره. دوتا امکان در یه شی، دوتا امکان در یه شی، سه تا امکان در یه چیز، ده تا امکان. تضایف الامکانات که امکان را صفت از برای ماهیت بدونی تا معلوم ندونی. بله، یه دفعه امکان مراد صفت وجوده، یعنی مراتب وجود. بله، مراتب وجود هم تنازل داره هم تساوی داره. مرتبه وجود مشیتی کجا و مرتبه جبروت کجا، مرتبه ملکوت کجا، مرتبه مثال کجا، مرتبه برزخ کجا، آدم ناسور، همه تنازل، بالا بیه تساهل. نزول و صعود داره مراتب وجود در فقر، فقر وجودی هم عالی داره هم دانی داره هم متوسط. اما امکان من حیث کنه، امکان که ماهیت است، چون انسان ممکن است، الانسان ممکنون، این الانسان ممکنون دیگه دوتا امکان نداری، سه مرتبه امکان نداری، ده مرتبه امکان نداری، یه عنوان امکان میشه، یه اعتبار امکان میشه. یا ضرورت وجود آدم هست یا نیست، اگه نیست امکان است، اگه ضرورت وجود آدم هست یا واجب است یا ممکن است. تضایف الامکانات، امکان ماهوی تو باید بیره کنیزید غیر معقوله. تضایف الامکانات من حیث کونه صفتن للماهیه غیر معقوله، و من حیث کونه صفتن للوجود معقوله. جون در اون جنیت که صفت برای وجوده، دو تا امکان پیدا میکنی یا شدت و ضعف پیدا؟ شدت و ضعف دیگه امکان، دیگه امکانه، فقر فقر مرتبه پیدا میکنه دیگه. مرتبه مشیت کجا که شما نداری، مرتبه شما کجا که چقدر از مشیت دور هستی. وقت امکان کدوم قوی تره؟ امکان کدومشون بیشتره؟ فقر کدومشون بیشتره؟ مسئله مراتب وجود، هر کدومش یه مرتبه خاص از وجود. یک وجود یه مرتبه فقر وجود داره، دو مرتبه فقر وجود داره، سه مرتبه فقر وجود داره. اونی که بیشتر داره فقیر تره. ولی مراتب درسته، مراتب فقر درسته، اما مراتب امکان درست نیست. این انسان ممکنون دیگه دو تا امکان داره، امکان معنا صد تا امکان داره دیگه معنا.
به عبارت راه مثل امور اعتباری که در ماهی ماهیات در اعتبارات ماهوی فرض میکنیم، ما میگیم آقا ملکیت زوجیت ولی دو تا ملکیت معنا نداره، یا ملکیت هست یا ملکیت نیست. اگه یادتون باشه شیخ ملکیت متزلزل و ملکیت غیر متزلزل داره، گفت ملکیت متزلزل غیر متزلزل نداره، ملکیت یه امر اعتباری جا هست یا نیست. نه هست یا نیست. شیخ در مکاسب ملکیت فرمودن دو جوره، ملکیت اعتباری دو جور میشه، یا اعتبار هست یا نیست. باب اعتبارات امرش دایر بین بود و نبوده دیگه، دو مرتبه و سه مرتبه و صد مرتبه و هزار مرتبه نداره، ولی اونی که مرتبه داره مال وجوده، وجود زو مراتبه، فقر زو مراتبه، غنا زو مراتبه. بله اما نمیتونیم بگیم بله امکانات تضایی خود امکانات، این تضایی امکانات هم در متن کلمات صد دین قونوی هست، هم شارح به اصطلاح اینا را آورده، این هم مطلب درستی. از اینجا گذشتیم مسئله انحصار و لا انحصار است. این انواع صادره از حق در عالم ایجاد بعضیش منحصر در فرده، بعضیش منحصر در فرد نیست. ملاک انحصار و لا انحصار چیه؟ ملاک انحصار و لا انحصار ماده و لا ماده است. اگه شیء ماده بوده باشد کسرت درش معمول، انسان مادی انواع کثیره به اعتبار ماده، ماده بدن زید غیر ماده بدن عمره، ماده بدن خارج غیر بدن بکره، ماده ها موجب تفرق شده، موجب تکثر شده. اما عالم عقل، عقل اول با عقل دوم امتیازش در ماده است، ماده نداره اونجا چیز. پس عقل اول نوعش منحصره در خودش، در فرد، چرا؟ چون ماده نداره. عقل دوم نوعش منحصره در چی؟ در فرده، ماده نداره. اگه ماده داشتون هم لایتنه ها میشود، تو ماده نداره. مجرد بینه سکونی مجرد لا ماده داره. پس بنابراین عقل اول لا تکسره، عقل دوم لا تکسره، کل نوع هر کدومی منحصره در فرد. اگه انسان هم یه روزی اینطوری بشه، میشه انسان مجرد بشه، نوعش منحصر در فرد میشه. اگه به اینجا رسید، یه انسان مجرد شد، جمعی جهات مجرد شد، نوعش منحصر در فرد میشه. اما تامادامی که دارای جهت مادی هستش، متکثره. زید غیر امر، امر غیر زید. دو تا از هم دیگه به اعتبار ماده دو تا میشه، به اعتبار ماده صد تا میشه، به اعتبار ماده صد تا. پس مسئله انحصار و لا انحصار در انواع به اعتبار بود ماده و نبود ماده، لوازم ماده و عدم لوازم ماده. وقتی ماده هست و لوازم ماده هست که کسرت میاد، وقتی ماده نیست لوازم ماده نیست که کسرت میاد. پس اینکه در مجردات میگیم آقا نوعش منحصر در فرده لفقد الماده، در عالم ناسود میگیم آقا جون تکثر هستش لوجود الماده و لواحق الماده. این هم مربوط به جهت انحصار و لا انحصار که در متن آمده، شارح هم شرح کرده. بله درست متن مطلب درست کرده، اینجا دیگه اشتباهی چیزی به نظر نمیرسه. بعد از این البته از این چند مطلب که فارغ شدیم در مسئله اسماء فعلیه وارد حالا ایشون وارد شده. اسماء فعلیه رو ایشون دو جور تصویر کرده. اسماء فعلیه رو تارتن میگوید به اینکه علمشون هم مثل علم باری تعالی اجمالیه، اخرى میگوید علمشون تفصیلیه، که این البته میمونه برای جلسه بعد که اینو مطالعه کنید که وارد بشیم ببینیم این فرمایشاتون اینجا درسته یا درست نیست. میشه در علم فعلی باری تعالی قائل به تفصیل و اجمال شد؟ همونطور که در مرتبه ذات قائل به تفسیر اجمال شدیم، اینجا قائل به تفسیر اجمال بشیم یا نمیشه اینجا قائل به تفسیر اجمال بشیم؟ ایشون قائل شده، قائل به تفسیر اجمال شده. این البته باید مطالعه کنید تا جلسه بعد به اصطلاح این صحبت بکنید. تا اینجا بحثمون امروز تمام میشه. بخشید این که بعضی قائلن که همه علوم حصولی باید به علم حضوری ختم بشه،
شما هم همین فرمان شده در مجردی که علت بوده باشه تمام علوم حضوری یعنی ارتسام حضوری تخل مطلب. نه این که مثلا بگیم منشأ علوم حصولی از یه جایی که علم حضوری بوده شروع شده. نه هر جا که شیء علت هست علت حقیقی است برای وجود یک شیء اون وجود اون شیء عین حضور باشه، حالا چه در عالم علم باشد چه در عالم معلوم خارجی باشد فرق نمی‌کند. باری تعالی علت نظام است، تمام نظام برای عین حضور است، حالا چه در مرتبه علم چه در مرتبه فهم. مشیت هم همینطور، مشیت علت هست برای مادون است، تمام مادون مشیت عین حضور است برای مشیت، چه در مرتبه خود مشیت که مشیت عالم است به خودش، چه در مرتبه فعلش. هر جا شیء علت بوده باشد علت تامه برای یک شیء اون معلول عین حضور است، اما فی ذات العلت و اما فی فعل العلت قاعده کلی. و هر جا که علت نبوده باشد علم ارتسامی علم ارتسامیه. وقت حکایت علم ارتسامی از محکی خودش به چه اعتبار مصادره؟ علم ارتسامی معناش اینست که یه چیزی زائد بر اون عالم و علم هست. بله زائدی مفهوم، یه امر زائدی هست. بله بهش که اگه امر زائد نبوده باشد مرتبه ذات جهل هست. بله مرتبه ذات جهل هست. مثل علم های ما که علت ما علت نیستیم برای یه معلوم، یه تامه نیستیم. معلومات ما صوره ارتسامی هست، یعنی اگه توجه کردیم هست، اگه توجه نکردیم نیست. برای علم ارتسامی علم حضوری نیست مگر در اونجایی که شیء علت تامه بوده باشد. علم ارتسامی علم ارتسامی است اونجایی که شیء علت تامه نبوده باشد. کل قاعده کلش هیچی حاصل میشه؟ هیچی تا اجازه نده هیچی حاصل نشه. این عقودی که خیار هست چطور؟ عقود خیاری برای صاحب حق نه ملکیت دادش می. خب تا حق باقی است که این همچه صفر نشده لازم نشده هر کدام. این اعتبار میشه به هم بزنه اعتبار نباشه. بله نه اینکه دو قسم اعتبار بگه ملکیت میشه به هم بزنه دو قسم اعتبار نده. گفت به قول استاد میگم یه توپه صدادا یه توپه بی صدا، یه توپه دوتا ملکی هندی که با صدا که بی صدا نده. این اعتبار هست یا نیست؟ منطقه این اعتبار که هست دو جور، یه در اعتبارش میتونیم به همش بزنیم، یه اعتبار به هم نمیتونیم. خیارات معناش اینه این اعتبارش به هم زد. پس کلن ملکیت متزلزله صحت تعهلی اینها همش نه اینا اعتبار شما قبول ندید اعتبارات تفکیک درش معنی ترتیب هم مرتبه معنیش معقول میشه اعتبار. بله تشکیک مال امور خارجی هست. نمیتونیم بگیم خلایق اصلا خدا آها سلام خود نمیتونیم بگیم اصلا مثل... اعتبار اینجوری کردن که این موقعی کامل بشه که اون بیاد. نه اینها عرض کردن که غلط دیگه صبح سر همین آیا آخون در کفایه وجوب و استحباب رو یا آقا جون مرتبه ضعیف و شدید طلب شدید او طلب امر اعتباریست. طلب قائم به نفس شدید و ضعیف داره، اما طلب اعتباری شدید و ضعیف دیگه نداره. یا طلب هست یا طلب یا این اعتبار هست یا اعتبار نیست. مستحبات طلب ضعیف هست، واجبات طلب اراده رو میفرمایید بله اراده قوی و ضعیف داره. ملاکات می فرمایید قریب و ضعیف، یعنی منشأ حکم ممکنه قوت و ضعفش باشه اما خود حکم مناشأ حکم که مصالح و مفاسد بر شدت ضعف خود اراده نفس هم نه شدت ضعف، اما اعتباری که ما انشاء می کنیم میگیم آقا یجب این دیگه شدت ضعف نداره که این اعتباری هست یا نیست. مستحبات یه اعتبار ضعیف ضعیف اعتبار. پس کلا متباینن دیگه. بله متباینات اعتبارات امور متباینه ذات متباینه. بله
همون که میگه ماهیات چی در ظرف نداره؟ بله جد در ظرف. خود ماهیت مثل خود امکانات ماهوی مثل خود ماهیت. ماهیت جا هست یعنی یه ماهیت ضعیف داری ماهیت شدیده. ماهیت ضعیف شدیده. یه اعتبار دیگه میشه اون وجوده، مال وجوده، وجود ضعیف شدیده. نه همسه یه ماهیت بخواهی یه غیر دیگه بزنه میشه یه ماهیت دیگه میشه. بله اون متباینه، اون متبدبخ خواهیم. آقا ممکنه یک موجودی توی عالم مثال باشه، یک موجودی توی عالم عقل باشه، یک موجودی توی عالم ماده که هر سه تا ماهیتشون مثلا ماهیت مثلا حجر باشه یا انسان باشه یا اسب باشه؟ نه ما گفتیم که در مجردات ماهیتش منحصر در فرده. یعنی نمیتونیم بگیم ما انسان عقلی داریم؟ انسان عقلی داریم ولی منحصر در فرده. خب این رب و نوع انسان اگر قائل بشیم اون ماهیتش انسان هست؟ چرا ربونو در فرد منحصر در فرد. هی در عالم عقل فقط یه فرد داره. در عالم ماده افراد دیگه داره. بله به اعتبار ماده است. بله. تکثر به اعتبار ماده. هی در عرض خودش فرد دیگه ای نداره. اگرچه در طول خودش ممکنه فرد دیگه ای داشته و اون ادله ای هم که برای انحصار میانن فقط تکثر ارضی رو رفع میکنه دیگه. ماده است که ملاک میکنه. بله ماده و لاماده. بله ماده و لاماده. اون یه فرد مجرد حقیقت وجودی همه این هست جد جامعه هست دیگه. بله فرد جامعه به همون شکل لابشرتی دیگه همون احاطه قیومی و اینها داره. بله منطقه قیوم قیوم نیست احاطه داره. احاطه وجودی داره. علت رابطه علت رابطه قیوم فقط یکی. بله علت قیوم واحد نه ولی علل رابط الا غیر نهایه. علت ولی علت رابطه این ربطه به ذات واحد تعالی.